با نام و یاد خدا، بیننده های عزیز سلام بر شما. به هشت گزارش این هفته خوش آمدید. شهرداری هرات روز سه‌شنبه اول جدی برنامه اقتصادی 5 ساله خود را ارائه نمود. بر اساس این برنامه شهرداری طرح‌های اقتصادی خود را در 5 سال آینده برای اداره‌های دولتی و بخش خصوصی ارائه نموده تا با همکاری اداره‌های دولتی و بخش خصوصی بتواند طرح‌های اقتصادی خود را به گونه مناسب عملی کند. در همین حال فعالان اقتصادی آمادگی خود را برای اجرای شدن برنامه‌های اقتصادی شهرداری اعلام نمود. مسئولان اداره های دولتی و فعالان اقتصادی از سکتور خصوصی به دعوت اداره شهرداری هرات در این نشست اشتراک کردند تا با برنامه اقتصادی 5 سال آینده این اداره آشنا شوند. مسئولان شهرداری هرات در این نشست طرح‌های اقتصادیشان را به مسئولان اداره های دولتی و سکتور خصوصی ارائه می کنند تا با همکاری آنان این برنامه‌ها را اجرایی نمایند. ما از این کنفرانس امروزی تقاضای ما اینه که یک آگاهی‌دهی کلی بکنیم که بخش خصوصی یک رول بسیار وسیع در ساختن زیربناهای شهری داشته باشه. بیشتر پلان‌های استراتژیک ساخته میشه، یک قسمتی از این پلان‌های استراتژیک دولت افغانستان و شهرولی هرات توانایی داره که اون‌ها را انجام بده در سال‌های آینده، ولی یک قسمت از این باید از طرف بخش خصوصی همراه شهرولی هرات هماهنگی صورت گیره. رئیس اتاقهای تجارت و صنایع هرات که به همراه شماری از فعالان اقتصادی سکتور خصوصی در این نشست اشتراک کرده است، از این طرح اقتصادی اداره شهرداری اعلام حمایت نموده و از آمادگی بخش خصوصی برای همکاری با شهرداری در این زمینه خبر می‌دهد. در برنامه‌های اقتصادی شهرداری هرات که می‌تونه زمینه ساز ایجاد اشتغال برای صدها نفر و برای هزارها نفر از مردم باشه و برای زمینه ساز کار و فعالیت برای ده‌ها کمپانی بخش خصوصی باشه، ما کاملا از اعلام آمادگی میکنیم، به نمایندگی از بخش خصوصی به اعلام حمایت میکنیم از برنامه‌های شهرداری. برای عملی شدن برنامه‌های اقتصادی شهرداری هرات در 5 سال آینده نزدیک به $10 میلیون نیاز است. مسئولان این اداره امیدوارند که با همکاری مؤسسات کمک کننده خارجی و بخش خصوصی بتوانند این مقدار پول را تامین نمایند. برای تطبیق از این پلان تخمیناً حدود $10 میلیون تا 5 سال آینده نیاز است که این پلان تطبیق بشه و احتمال داره که در این میادین برنامه ها بیشتر انکشاف پیدا بکنه، برنامه های انکشافی و اقتصادی که در این پلان مد نظر گرفته شده و پس از شهرولی هرات تا 5 سال آینده با بودجه دست داشته خود برای تطبیق پلان ارائه شده امروز کار خواهد کرد. در همین حال مقام های اداره محلی هرات نیز از برنامه اقتصادی 5 ساله شهرداری اعلام حمایت می کنند. ولایت نقش مهم حمایتی داشته باشه و در جهت بسیج ساختن دونرها به شهرولی و ولایت میتونه نقش مهم و ارزنده داشته باشه که ما در اینجا این قول ای همکاری را به شهرولی محترم هرات دادیم و از او حمایت میکنیم. رئیس شهرداری هرات بر پیشبرد امورات کاری این اداره مطابق طرح‌های سالانه از قبل مشخص شده تاکید دارد و میگوید باید در کنار تدوین برنامه‌های اقتصادی در دیگر بخش‌های شهرداری نیز دورنماهای کاری ایجاد شود. شماری از باشندگان ولسوالی گلستان ولایت فراه که به هرات آمدند ادعا می کنند که این ولسوالی از سوی حکومت به گروه طالبان تحویل داده شده و اکنون نیروهای طالبان ولسوالی گلستان را تصرف نمودند. به گفته این افراد وسایل نظامی و جنگ افزارهای نیروهای امنیتی نیز به دست طالبان افتاده است. مقام های اداره محلی ولایت فراه اما این گفته ها را رد می کنند. این مرد یکی از باشندگان ولسوالی گلستان ولایت فراه است. او به همراه خانواده‌اش پس از آن که این ولسوالی به دست طالبان افتاد به هرات بیجا شده است. در درون این خانه شماری دیگر از باشندگان ولسوالی گلستان حضور دارند. به گفته اینان ولسوالی گلستان بدون مقاومت از سوی اداره محلی فراه به طالبان تحویل داده شده و اکنون گروه طالبان کنترل گلستان را در دست دارند. ولی بدون درگیری، بدون جنگ، بدون چیز سقوط کرد که تصمیم خود والی صاحب و قماندان قلورده گرفته نیروها رو بیرو کرد، همه تجهیزات بود، لنجر و تانگ و هرچی که داشت مکمل ریخ کرد، کمپ مکمل به طالب تسلیم کرد.
اولی سا بیکار کرد. خود همه دولت آمدن همون نیروهای خور بردن و خود ما بسنه بودیم و شاهد احال بودیم و حتی تا دیروز که ما دیدیم دولت آمدن تقریبا به 65 کیلومتری اون آمدن جابجا شدن، ولسوالی را اونها رها کردن، اله کردن و اونجا فعلا طالبان حاکم و در اون منطقه و ولسوالی فعلا به دست طالبان و مرکز به دست طالبان. اما مقام های اداره محلی فراه سقوط ولسوالی گلستان به دست طالبان را رد کرده و گفتند آنان بخش های اداری این ولسوالی را به منطقه دیگری انتقال دادند. قلعه کونت سخه منگ خپل ولسوالی را انتقال کرد در گلستان یا بلی چندیده او دغه انتقال په مکمل توګه پرته لدی چې هیڅ خساره او زیان پکې پیښ شوی وي او پرته لدی چې موږ کومه مادي خساره ورکړې وي په مکمل سالمه توګه موږ انتقال شو. در همین حال مسئولان فرماندهی قل اردوی 207 ظفر نیز سقوط ولسوالی گلستان ولایت فراه را رد می کنند. خب یک انتقال است، نه به معنای تخلیه یا به اصطلاح سقوط یک ولسوالی کاملا. باشندگان ولسوالی گلستان فراه که به خاطر حضور طالبان در این ولسوالی به هرات آمده اند در وضعیت بدی به سر می برند. حتی کودکان آنان نیز در هوای سرد زمستان مجبورند بار سنگین بیجا شدن را به دوش بکشند. مواد سخت گرفته، مواد غذایی گرفته، بیداشتی گرفته، کرایه نداریم. ما اصلا ده فامیل تا دو خونه زندگی میکنند، ده نفر به یک اتاق خوابیدند، کرای سرگزام ندارند، کرای جا به جاشتن نداشتند. همه مردم مهاجر شدند، تمام دار و ندار هر چه داشتند گلستان و پیش نامانده. بیچاره همه بیکار، بی زندگی، بی حساب میجن دیگه، مشکلات ها هست. خونه های کرا میکنن، یک خونه کرا میکنن، دو نفر زندگی میکنن، دو فامیل تایو خاطر کرایه دادن متنه. به تعداد 40 خانه به می به هرات آماده مهاجر شدیم. هیچ اصلا خانه چیزی کرایه چیزی نداریم. به یک خانه ما 4 فامیل ما زندگی میکنیم. مشکل ما می هست دیگه. گلستان یکی از ولسوالی های دور افتاده در ولایت فراه می باشد که از حدود 2 سال قبل تا کنون نیروهای طالبان حضور گسترده‌ای در مناطق مختلف این ولسوالی دارند. مجلس نمایندگان کشور بودجه مالی سال آینده خورشیدی را با اکثریت قاطع رد نمود. نمایندگان علت رد بودجه را ناعادلانه و نامتوازن بودن آن خواندند. بودجه سال 1395 افغانستان 7.33 میلیارد دلار است. مجلس نمایندگان افغانستان بودجه سال 1395 این کشور را با اکثریت آرا رد کرد. طرح بودجه یک ماه پیش در مجلس سنای افغانستان تایید شده بود. بر اساس ماده 98 قانون اساسی افغانستان، بودجه دولت و پروگرام انکشافی توسعه‌ای حکومت از طریق مجلس سنا توأم با نظریه مشورتی آن به مجلس نمایندگان تقدیم می شود. اعضای کمیسیون اختصاصی مالی بودجه مجلس نمایندگان می گویند که غیر متوازن و غیر عادلانه بودن طرح بودجه سال آینده از دلایل مهم رد آن در مجلس است. به گفته آنان بیشتر پروژه های توسعه‌ای در طرح بودجه سال 1395 انتقالی هستند و پروژه های نیز شامل این هستند که طی 2 سال عملی یا حتی قرارداد نشده است. نمایندگان خواهان تغییرات خاصی در این طرح شدند که آن را به وزارت مالیه پیشنهاد می کنند. از اعضای حاضر در جلسه امروزی مجلس تنها 10 نفر به طرح بودجه رأی تایید دادند و این طرح با اکثریت قاطع رد شد. بودجه سال 1395 ما و شما برای می گذاریم کسانی که و با بودجه رأی تایید می دن کارت سبز و کسایی که رد می کنند کارت سر. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت کارت سبز رسید. به استثنای 10 کارت به اکثریت قاطی این بودجه سال 1395 رد شد. بودجه سال 1395 افغانستان 7.33 میلیارد دلار با حدود 302 میلیون دلار کسر بودجه پیش بینی شده است. در بودجه سال 1395 پیش بینی شده که 4.9 میلیارد دلار بودجه ملی از کمک های بین المللی تامین شود. این مقدار حدود 68% کل بودجه افغانستان است. از مجموع بودجه سال 1395 مقدار 4.4 میلیارد دلار بودجه عادی این کشور است. بودجه عادی برای پرداخت حقوق کارمندان و فعالیت‌های ادارات دولتی افغانستان به مصرف می‌رسد. بودجه توسعه افغانستان نیز 2.8 میلیارد دلار پیش بینی شده که به میزان 2.4 میلیارد آن از کمک‌های بین‌المللی تامین خواهد شد.
نیروهای کمکی اعزام شده به ولایت هلمند وارد میدانهای نبرد با شورشیان شدند. مقامهای ارشد امنیتی کشور با اعلام این خبر میگویند اوضاع هلمند از کنترل خارج نیست و هراس افغانان طالب نتوانستند ولسوالی سنگین این ولایت را با تصرف خود درآورند. به گفته این مقامها به زودی عملیاتهای ویژه‌ای بر ضد هراس افغانان در هلمند راه اندازی خواهد شد. مقام های دولتی ولایت هلمند در جنوب افغانستان اعلام کردند که ده ها سرباز کماندوی ارتش برای حمایت از نیروهایی که در ولسوالی سنگین به محاصره طالبان در آمدند وارد این منطقه شدند. اکرم عطر رئیس شورای ولایتی هلمند گفته است که نیروهای تازه نفس در دو محل در نزدیک مرکز ولسوالی سنگین از هوا فرود آمدند. محمد جان رسولیار معاون والی هلمند گفته است که هلیکوپترهای نظامی به نیروهای محاصره شده در سنگین مواد غذایی و مهمات از هوا پرتاب کردند. او گفته که طالبان در حال شکست هستند. در همین حال معصوم استناگزه سرپرست وزارت دفاع در کنفرانس خبری در کابل گفت که یک افسر ارشد ارتش در سنگین حضور دارد و وضعیت در این منطقه به زودی تغییر خواهد کرد. استناکزای گفت که علی‌رغم سر و صداها وضعیت در سنگین به گونه‌ای نیست که قابل مدیریت نباشد. در جنگ است، در جنگ هم پیشروی است هم پسروی هستند، مشکلاتی در اینجا به وجود میآیند و این مشکلات به معنای از این نیستند که خدا نخواسته در اونجا یک تغییر به وجود خواهد آمدن که باعث تشویش کلی برای مردم افغانستان و یا باعث از این شود که خدا نخواسته در هلمند یک وضعیت به وجود بیاید که او قابل مدیریت و قابل انسجام نباشد. او افزود که علاوه بر برنامه‌ریزی برای استقرار نیروهای تازه نفس در سنگین، اجرای عملیات ویژه نیروهای ارتش و پلیس در هلمند به طور کلی تجهیز و تقویت خواهند شد. آقای استناکزای گفت که این نیروها به صورت منظم و مرتب تجهیز و تقویت خواهند شد. گزارش ها از ولایت هلمند حاکی است که غیر نظامیان در حال فرار از محلات ناامن هستند و نگران بدتر شدن وضعیت در محلات جنگی هستند. دو روز پیش محمد داوود فرمانده پلیس سنگین به رسانه گفته بود که نیروهای پلیس و ارتش در دو ساختمان مقر این نیروها در مرکز این ولسوالی به محاصره شورشیان در آمدند. او هشدار داده بود که اگر مواد غذایی، مهمات و کمک به این نیروها رسد، جان آنها در معرض خطر جدی است. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ میگوید باید کشورهای منطقه در برابر داعش و دیگر گروه‌های هراس افغان تصمیم‌های جدی و عملی بگیرند. در غیر آن ممکن است این گروه‌ها در کشور و کل منطقه ایجاد ناامنی کنند. از سوی دیگر آقای نور تاکید می‌کند هرگاه گروه‌های هراس افغان بر منابع اقتصادی و ذخایر طبیعی دست پیدا کنند، شکست دادن آنها دشوارتر خواهد بود. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ میگوید کشورهای منطقه نباید وجود داعش و گروه های هراس افغان را دست کم بگیرد. آقای نور که در مراسم عرس مولانا و در جمع بزرگی از آگاهان سیاسی و سیاستگران کشورهای منطقه صحبت میکرد، تاکید نمود کشورهای اطراف افغانستان به ویژه آسیای میانه نباید فکر کنند که دشمن از آنان دور است، بلکه آنان باید با تدابیر جدی جلوی خشونت ها را بگیرند. از سوی هم آقای نور میگوید هرگاه کشورهای منطقه در برابر داعش و دیگر گروه های هراس افغان تصمیم های جدی و عملی نگیرند، به زودی خنجرهای برنده این گروه ها به گلوی شهروندان آنان خواهد رسید. اگر مشترک با هم کار نکنیم، تصامیم در خور ستایش و در خور قبول و برنامه های کاری عملی با عزم راسخ و متین و استوار قامت برافراخته نگیریم، اگر جبن ما را فرا بگیره، اگر قدم های ما این حرکت های خشونت آمیز و کشتار و گردن بریدن ها بلرزانه، شما یقین کنین که بسیار زود است که این خون و این به اصطلاح خنجرهای برنده برگ و گلون فرهنگتان، تمدنتان، ارزش‌هایتان و خودتان و بسوانتان میرسد. سرپرست ولایت بلخ همچنان هشدار میدهد هرگاه گروه های تروریستی بر منابع اقتصادی و مالی دسترسی پیدا کنند، شکست دادن آنها دشوار خواهد بود. و اینا هم اگر در این درآمد و منابع درآمدزا، منابع و چشمه های عایداتی یک دسترسی پیدا بکنند، وقت جلوی تروریسم به سادگی کس گرفته نمیتونه. از سوی هم همزمان با مراسم عرس مولانا در شهر قونیه ترکیه، خوابگاه ابدی وی، شب گذشته مراسم موسیقی عرفانی و رقص سما در بلخ نیز برگزار گردید.
در این مراسم نوازندگان اشعار مثنوی مولوی را خواندند و بر رقص و پایکوبی پرداختند. طالبان پاکستانی اعلام بیعت با گروه داعش را رد کرده و گفتند این گروه برخلاف شریعت عمل می کنند. طالبان پاکستان گفتند داعش دولت نه بلکه یک گروهی است که در چند کشور محدود نفوذ دارد. این در حالی است که در آغاز فعالیت داعش در امتداد مرز افغانستان و پاکستان چندین تن از فرماندهان طالبان پاکستان با داعش بیعت نمودند. گروهی که به عنوان بازوی داعش در منطقه ما به شمار می رفت نیز از داعش روی گشتند. طالبان پاکستان با انتشار بیانیه پیوستن به گروه داعش را رد کردند. در گذشته شماری از فرماندهان طالبان پاکستان با داعش یکجا شده بودند. روزنامه دان پاکستان گزارش می دهد که طالبان پاکستان طی اعلامیه بیعت از ابوبکر بغدادی را رد کرده و گفتند که انتخاب بغدادی به عنوان خلیفه خلاف ارزش های اسلامی است. طالبان پاکستان گفتند ابوبکر بغدادی به دلیلی که پشتبانی تمام مسلمانان جهان را ندارد خلیفه نیست و تنها رهبر یک گروه کوچک است. طالبان پاکستانی در اعلامیهشان گفتند بغدادی بر اساس قوانین اسلامی انتخاب نشده و داعش تنها در کشورهای مانند مصر، یمن، لیبیا و افغانستان نفوذ دارد. طالبان پاکستانی با انتقاد از عملکرد گروه داعش میگویند اگر بغدادی خلیفه مسلمانان باشد عدالت را برقرار میکند، اما افراد او دست به کشتار بیگناهان میزنند. این در حالی است که در ماه‌های گذشته طالبان افغان نیز خلافت بغدادی را رد کرده و گفته بودند نباید در دنیای اسلام دو حکمرانی باشد و در افغانستان سربازگیری نکند. همچنان برخی از فرماندهان پیشین طالبان که به گروه داعش پیوسته بودند و ارتباط مستقیم با رهبری داعش در سوریه داشتند به خاطر عملکردهای داعش بیعتشان را از حافظ سعید رهبر داعش در خراسان پس گرفتند. با این حال شماری از طالبان محلی افغان تا کنون به گروه داعش پیوستند که مشهورترین آنان ملا رؤوف خادم در ولایت هلمند کشته شد و همچنان اخیراً گفته شد که ملا منصور دادالله نیز در درگیری با افراد ملا اختر منصور در ولایت زابل حمایت داعش را با خود داشت. از جانبی در سال روان خبرهایی از زخمی شدن شدید ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش و حتی از کشته شدنش به نشر رسیده است و مرگ و زندگی او در ابهام است. روسیه و آمریکا به رغم اختلاف بر سر آینده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خود را متحد به تشکیل حکومت وحدت ملی در سوریه تا 6 ماه آینده دانستند. بر اساس قطعنامه‌ای که جمعه شب گذشته در شورای امنیت تصویب گردید، بر علاوه این موضوع تمویل و تشخیص داعش ممنوع شده و از کشورها خواسته شده است تا قواعدی را بر ضد تمویل داعش و القاعده وضع کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا طرح صلحی را تصویب کرد که به مطابق آن جدول زمانی برگزاری انتخابات تحت نظارت سازمان ملل متحد تا 18 ماه آینده تعیین شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از این قطعنامه استقبال کرده و گفته است این توافقنامه تروریست ها را منزوی کرده و راه گذار سیاسی را هموار می کند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم رسیدن به یک توافق برای تشکیل دولت وحدت ملی در 6 ماه را امکان پذیر خوانده است. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرده که مردم سوریه باید در مورد آینده کشور خود تصمیم بگیرند. یکی از موارد مهم دیگر در این قطعنامه ممنوعیت تمویل داعش است. بر این اساس هیچ شخص یا حکومتی حق ندارد که گروه‌های القاعده یا داعش را تمویل و تجهیز نماید. در همین حال نماینده روسیه در سازمان ملل از اینکه قضیه ممنوعیت تمویل داعش تطبیق نمی‌شود ابراز تأسف کرد. بدبختانه موضوع تمویل داعش که در این قطعنامه تاکید شده است از سوی بسیاری ها رعایت نمی‌گردد. همچنان یک الزام ویژه متوجه همسایه‌های عراق و سوریه است که بیشترین تأثیر را دارد. داعش از این مناطق نفت را تولید و به فروش می‌رساند، با رهبران خود ارتباط برقرار می‌کند، عملیات را سازماندهی می‌کند و تنها از فروش نفت روزانه 2.5 میلیون دلار عاید دارد که بسیاری از این کارها از طریق ترکیه انجام می‌شود. بر اساس قطعنامه صادر شده هر کشور یا جریانی که با داعش ارتباط برقرار کرده از این گروه نفت یا مواد دیگر بخرد و یا هم سلاح و مهمات به این جریان بسپارد مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. در جلسه دیشب شورای امنیت وزیر مالیه آمریکا نیز بر قطع منابع مالی داعش تاکید کرد.
ما با هم تصمیم گرفتیم تا بر اساس اجراءات قدیمی و تدابیر جدید منابع مالی القاعده و داعش را باری دیگر هدف قرار دهیم و هر جریانی که با داعش و القاعده ارتباط مالی و تسلیحاتی داشته باشد مورد تحریم قرار خواهند گرفت. همچنان بر اساس این قطعنامه همه کشورها موظفند تا قواعدی را در ممنوعیت تمویل گروه‌های داعش و القاعده وضع کنند. این برای نخستین بار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در تلاش برای پایان دادن به جنگ سوریه قطعنامه ای را به تصویب می‌رساند. جنگ سوریه تا کنون بیش از 250 هزار کشته بر جای گذاشته و 12 میلیون نفر از مردم این کشور را آواره کرده است. نبرد سنگین میان طرفهای درگیر یمنی در شهرهای شمالی و مرکزی این کشور ادامه دارد. حوثی‌ها می‌گویند یک موشک بالستیک تازه را به سمت نیروهای ائتلاف عربی شلیک نموده و یکی از مناطق جنوب عربستان را تصرف نمودند. در مقابل عربستان و متحدان داخلی آن مدعی‌اند که وارد قسمتی از صنعا پایتخت یمن شده‌اند. رسانه‌های یمنی از شلیک یک موشک بالستیک از سوی ارتش و حوثی‌ها در یمن به سوی مواضع هواداران منصور هادی در منطقه حزم ولایت جوف خبر می‌دهند. حوثی‌ها گفتند در این حمله موشکی چندین تن از سربازان ائتلاف عربی و هواداران منصور هادی کشته و یا زخمی شدند. تا کنون ائتلاف عربی این خبر را تایید نکرده است. از سوی دیگر هواداران منصور هادی می‌گویند آنها توانستند قسمتی از فرمانداری نهم در صنعا پایتخت یمن را پس از درگیری با حوثی‌ها تصرف کنند، موضوعی که حوثی‌ها آن را به شدت رد نموده و فقط جنگ تبلیغاتی دانستند. به جرأت میتوان گفت که تنها دستاورد سعودی ها از تجاوز به یمن پیروزی بزرگ در عرصه رسانه ها است. آنها تمام شکست های خود را در میدان های نبرد پنهان نموده و با دروغ پردازی قصد پیروز نشان دادن خود را دارند. ادعای این که ائتلاف عربی توانسته قسمتی از صنعا را تصرف کند فقط دروغ پردازی است. این ادعاها در زمانی صورت می‌گیرد که آتش‌بس اعلام شده در یمن پس از شکست گفتگوهای ژنو به کلی از میان رفته است و نبردهای سنگین در ولایت‌های معرب، زاله، تعز و بیضا ادامه دارد. چیزی به عنوان آتش‌بس وجود ندارد. عربستان سعودی با اعلام آتش‌بس یک فریبکاری نمود تا ارتش و گردان‌های مردمی را غافلگیر کرد تا دست به حملات گسترده بزنند. اکنون آنها می‌خواهند از فرصت استفاده کنند، اما ناکام خواهند. اما این جنگ تنها محدود به یمن نیست. جنوب عربستان از ماها به این سو هدف حملات موشکی و نظامی حوثی‌ها و نیروهای علی عبدالله صالح قرار دارد. حوثی‌ها میگویند دیروز توانستند فرمانداری خوبه در ولایت جیزان عربستان را تصرف کنند و چندین سرباز سعودی را به قتل برسانند. این در حالی است که گفتگوهای سیاسی طرف‌های یمنی دو روز قبل بدون نتیجه مشخص پایان یافت و قرار شد به تاریخ 15 جنوری این گفتگوها از سر گرفته شود. این بود 8 گزارش این هفته. از توجهتان جهان سپاس.